زنی که به خاطر اعتقادات عجیبش لحظه به لحظه بیشتر به سمت روانی بودن پیش میره. ایلاسیا سلام. امروز براتون فیلم سنت ماد یا ماد مقدس رو آوردم که توی جشنواره فیلم تورنتو هم یکی از بهترین ها شناخته شد، نمره خوبی هم گرفته و در مورد داستان پرستاری هستش که هرچی میگذره اعتقاداتش بیشتر زندگیشو به دست میگیرن تا جایی که حاضر همه چی رو به خاطرشون فدا بکنه. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی ماد رو ببینیم. دختر پرستاری که گوشه‌ای نشسته و بیماری که جونش رو از دست داده نگاه میکنه. ماد انگار شوکه است و با نگاه به سقف یه حشره عجیب رو میبینه. میریم به سکانس بعد. مدتی از قضیه گذشته. ماد توی آپارتمان کوچیکی زندگی میکنه و بعد خوردن غذا یکم دعا میخونه. وسط دعاهاش میفهمیم این دختر خیلی مذهبیه و بزرگترین اعتقادش هم اینه که خدا یه سری برنامه مهم براش ریخته. بعد از اتفاق اول فیلم که یه بیمار جونش جلوی ما را دست داد، اونم بیمارستان بیرون اومده و حالا با یه آژانس پرستاری کار میکنه. امروز هم بهش مریضی رو معرفی میکنن که سرطان داره و ماد باید هر روز بره بهش سر بزنه و ازش مراقبت کنه. برای اولین بار به دیدن این بیمار یعنی آماندا میره. آماندا یه رقاصه خیلی معروفه، اما وقتی بیمار شده همه آرزوهاش رو کنار گذاشته. شرایط جسمش هم داغونه و دکترها هم جوابش کردن. آماندا همه اینا رو با گشتن تو خونه و قاب عکس‌های اطرافش متوجه میشه. وقتی هم که با هم یکم صحبت میکنن، آماندا میفهمه که چقدر ماد متعصب و مذهبیه، اما خود آماندا آتئیست و بی خداه و برای همین هم طرز فکرشون خیلی با هم فرق داره. ولی با هم بیشتر صمیمی میشن و ماد مشغول به کار میشه. یکی از اتاقهای خونه هم برای اقامت انتخاب میکنه. بعد مدتی مردی به اسم ریچارد به دیدن آماندا میاد. ماد فکر میکنه یکی از دوستای معمولیشه و به درخواست آماندا میره بیرون. اونجایی هم که خیلی تنهاست و هیچ کی توی زندگیش نیست، تنهای خیابونا رو میگرده. تا اینکه آماندا بهش زنگ میزنه و میگه سری برگرد. وقتی ماد به خونه میاد، میبینه که با ریچارد دارن دعوا میکنن. آماندا حالش خوب نیست و بالا میاره و ماد اتاقو تمیز میکنه. بعدم میفهمه که دلیل دعوای این دو نفر تمایل نداشتن آماندا به رابطه جنسی، در حالی که ریچارد خیلی دلش میخواسته. با رفتن مرد، آماندا و ماد بیشتر صحبت میکنن و کم کم رفیق میشن. ماد از اعتقاداتش میگه و اینکه یه وقتا صدای خدا رو میشنوه. حتی بعضی وقتا اونو توی خودش حس میکنه. آماندا هم اعتراف میکنه که این بی خدایی یه وقتا اذیتش میکنه، چون این روزها بزرگترین ترسش بعد مرگه و به هیچی هم اعتقاد نداره. ماد هم مهربونی خدا حرف میزنه تا آماندا خوابش میبره. بعد به اتاق خودش توی خونه میره که کلی سلی بعدش آویزون کرده و یه رفعه صداهای عجیب میشنوه. همونطوری که گفت، انگار صدای خداست و انقدر ازش لذت میبره که میفته زمین و انگار ارضا میشه. بعدم جلوی صلیب یه خورده تشکر میکنه که بهش هدف داده. از این روزم وقت بیشتری با آماندا میگذرونه و مشخصه که میخواد با حرفها و رفتارش اعتقاد اون به خدا رو برگردونه. انگار بزرگترین هدفش الان همچین چیزی شده. تا جای پیش میره که حتی مشروبهای خونه رو هم دور میریزه. چند روزی گذشته و حالا دختری به اسم کارول به دیدن آماندا میاد. دیر وقت و ماد که انگار این دختر خوشش نمیاد سعی میکنه بپیچونتش. کارول هم دیگه بهش برمیخوره و به زور میاد تو تا به رفیقش سر بزنه. ماد ناراحت شد و یه خون دماغ میشه توی دستشویی و با شنیدن صدای خنده و خوشی آماندا و کارول خون دماغش بیشتر میشه و توی سینک اونو شبیه مارپیچ میبینه. کارول هم شبو میگذرونه و روز بعدی با گرفتن کلی پول از آماندا خونه رو ترک میکنه. ماد نمیفهمه جریان چیه و بیشتر عصبی میشه و میگه هر جوری هست باید روح آماندا رو نجات بدم. برای این کارم کنارش میشینه و دعا میخونه. آماندا هم که تحت تاثیر همین کارو همراهش میکنه و بیشتر در مورد معنای زندگی و خدا صحبت میکنن. شرایط عجیب تر میشه چون ماد کم کم وسط این دعاها جیغ و داد میکنه و انگار دوباره به ارضا میرسه. برای این اتفاق هم آماندا هدیه برای ماد میفرسته. یک کتاب که روش نوشته تقدیم به ناجی روحم ماد. اونم با لبخند یکم دعا میکنه و کارول که دوباره به دیدن آماندا اومده وارد آشپزخونه میشه. شامپاین باز میکنه و به اتاق برمیگرده. این بار ماد یواشکی داخل اتاق رو نگاه میکنه و میفهمه این دو نفر با هم رابطه جنسی دارن و انگاری آماندا بهش پول میده که این کارو باشه انجام بده. دلیل بیمیلی آماندا به ریچارد هم همین علاقش به خانم هاست و خلاصه که اشغالش با کارول انجام میده که یه دختر تم فروشه. روز بعدی میرسه و ماد میره سراغ کارول. بهش میگه دیگه نباید بیای اینجا. کارول از این حرف میخنده و ماد ادامه میده که من با رابطه همجنس ها مشکلی ندارم، اما تو آدم خوبی برای آماندا نیستی و داره روزهای آخر زندگیش هم هدر میدی. کارول در آخر سری تکون میده و از خونه خارج میشه. شب شده و ماد یه سر میره بیرون که اتفاقی با دوست قدیمیش جوی برخورد میکنه.
میفهمیم اسم واقعی مادم کیتی بوده و جوی وقتی میفهمه که پرستار یه نفر شده خیلی متعجب میشه. بهش میگه فکر نمیکردم بعد از اون اتفاق بذارن دوباره کار کنی. و اینم میفهمیم که سکانس اول فیلم به خاطر کار ماد بوده که یه بیمار جونش رو از دست داده. میخواسته روی بیمار سی پی آر انجام بده اما انقدر قوی فشارش داده که استخونای سینه‌اش شکسته و همونجا مرده. مادم از شنیدن این حرفا به هم میریزه و بعد گرفتن شماره جوی از اونجا میره. روز بعدی رسیده و آماندا رو میبینیم که بعد حرف زدن با کسی پشت تلفن عصبانی میشه. جواب مادم خیلی بد میده و میفهمیم کسی که بهش زنگ زده کرول بوده و جریان رو تعریف کرده. رفتار آماندا دیگه سرد میشه و ماد که بهش فشار بیشتری اومده اول به اجبار آماندا رو میبره همون. با آب و کفی که شبیه مارپیچ توی چاه میره زور میزنه و بعدم دست خودش روی گاز از قصد میسوزونه. باز اون صداهای عجیب توی سرشن و هر لحظه دیوونگیش بیشتر میشه. چند روزی گذشته تا روز تولد آماندا میرسه. مهمونی میگیره و ماد با دیدن کرول که اومده اینجا خندش از بین میره. مهمونای آماندا همشون هنرمندهای آزاد و اکثرا بیدینن که هر لحظه مادو عصبی تر میکنن. کار به جایی میرسه که آماندا بعد مسخ کردن جلوی همه مادو تحقیر میکنه. دینو مذهبشو مسخره میکنه و به همه میگه که چه رفتارهای مسخره ای داره و باعث شده تنها دلخوشیش یعنی کرول هم دیگه به دیدنش نیاد. انقدر ادامه داره که بقیه همین کارو میکنن و حتی یه لباس مسخره به زور تن ماد میکنن تا بیشتر سوجش کنن. ماد که دیگه خیلی عصبانیه یه دونه میخوابونه زیر گوش آماندا. یه رفعه با نگاه بهش با صداهای عجیب پیشتر و دل خودش هم درد میگیره. بقیه هم میرزنش بیرون و مشخص از کارش هم اخراج میشه. اما خبر خوب اینه که آماندا ازش شکایتی نکرده. ماد که به خونه برمیگرده حالا از همه چیز ناراحته. حتی خدای خودش هم زیر سوال برده که باعث میشه کارش از دست بده. اما دوباره به خودش فوش میده که باور خدا رو یه لحظه دست داده و برای تنبیه کردن خودش شروع میکنه به یه سری کارهای عجیب. اول پوست دست سوخته خودش رو با دردی زیاد از جاش میکنه. بعد میره توی بار و هنوز بین اعتقاد داشتن و بیخدایی انگار مونده. تصمیم میگیره عشق و حال رو تجربه کنه. مردی رو میبینه و وسط جمعیت شروع به دست زدن به دم و دستگاهش میکنه. مرد برای تمام شدن کارش بدون توجهی به دختر از اونجا میره. ماد شروع به گشتن دنبال مردهای دیگه میکنه اما انقدر رفتار عجیب و زایه‌ای داره که هیچکی باهاش حرفی نمیزنه. بعد اینکه حسابی مست شده به روس قدیمیش جوی زنگ میزنه و ازش میخواد بیاد دیدنش اما اونم میپیچونتش. تنهایی زیادش باعث شده دختر گم بشه. با برخورد به یه غریبه چاق و پشمالو اونو به خونه مرد میکشونه و با هم رابطه برقرار میکنن. اما این رابطه هم مثل همه کارهای دختر عجیب پیش میره. وسطش خاطره سکانس اول فیلم یادش میاد. وقتی که سعی میکرد روی بیمار سی پی آر اجرا کنه تا زنده شه اما با فشار دستش استخونای اونو شکست و همین کارو با مرد انجام میده. یه دفعه استخونای این مرد هم میشکنه و دهنش خون میاد. اما اینم توی توهم ماده و مرد رابطهشو به شکلی وحشیانه تر ادامه میده. بعد تمام شدنش ماد سمت خونه خودش راه میفته و وسط راه میخوره زمین. شبیه جن زده ها تکون میخوره و میزنه زیر گریه. داد میزنه که خدای منو ببخش و نذر زمین بخورم و گم شم. به خونه میرسه و همچنان فریاد میکشه تا خدا یه راهی بهش نشون بده. همین رفتارهای عجیب ادامه دارن تا یه رفعه به شکل ماورایی از رو زمین بلند میشه. روی سقف و اتاقم حشره‌ای که اول فیلمم دیدیم دوباره میبینه. روز بعدی رسیده. ماد که دیگه کاملا خودش رو انگار به اعتقادش تقدیم کرده، مثل لوانی ها توی کفشش کلی میخ میذاره. با همون کفشا توی شهر راه میفته و از چهرهش معلومه درد زیادی داره. اتفاقی با پرستار جدید آماندا برخورد میکنه. وقتی ماد این جریان رو میفهمه و پرستار جدید از رابطه خوبش با آماندا صحبت میکنه، با عصبانیت از زن دور میشه و به خونه برمیگرده. دوباره از خدا راهنمایی میخواد و حشره شب قبلی روبروی ساحل میشه. یه رفعه شروع به صحبت میکنه و به ماد میگه من بهت افتخار میکنم. آخرین امتحانات باید تموم کنی تا دوباره با خدا یکی بشی. روز بعدی میرسه. روز امتحان. ماد ملافه شبیه ردا دور خودش میپیچه. دوستش جوی به دیدنش میاد و سری لباسش رو عوض میکنه. جوی اومده که حالش پرسه و اگه کمکی میخواد بهش کنه. اما همه فکر ماد به ابرهایی هست که شبیه مارپیچ تکون میخورن. مارپیچ که این اواخر توی همه چیز میدید. در آخر با بوسیدن گونه دوستش میگه حالم خوبه و میفرستتش بیرون. شب رسیده. ماد با لباس عجیبش به خونه آماندا میره. زیر لب دعا میخونه و یواشکی وارد اتاقش میشه. آماندا که حال خوشی هم نداره و اواخر زندگیش هم هست، بابت مسخره کردن ماد ازش معذرت میخواد و اصلا هم از اومدنش ناراحت نیست. اما ماد رد داد و با بطری که انگار آب مقدس داخلشه به بیشونی آماندا میزنه. آماندا تعجب میکنه و متوجه رفتارهای عجیبش میشه. میگه از این توهم بیرون بیا. خدا واقعی نیست، من فقط سعی میکردم توی ذوقت نزنم. وگرنه هیچ کدوم حرفات تغییرم ندادن. ماد با صدای بلندتری گریه میکنه. یه دفعه به چشماش آماندا تبدیل به شیطان میشه و با دهنی بزرگ روی تخت میشینه. بیشتر ماد مسخره میکنه و اعتقادش زیر سوال میبره.
ماد که عصبانیه با قیچی یهو حمله میکنه و با چند تا ضربه جون آماندا رو میگیره. وقتی به جنازش نگاه میکنه آماندا مثل یه آدم عادیه که به قتل رسیده و هیچ اثری از شیطان داخلش نیست و مشخص همش توهم ماد بودن. ماد سری به خونه برمیگرده، تو خیال خودش حالا شیطان هم شکست داده. جلوی آینه پشت خودش بالهای فرشته میبینه. دوباره لباسی بیش و با روشن شدن هوا میره کنار دریا. ابرها مثل مارپیچن و کنار دریا لبخندی میزنه. وسط جمعیت روی خودش تینر میریزه و بدون هیچ ترسی خودش رو به آتیش میکشه. لحظه آخر مردم میبینه که جلوش زانو زدن و بهش تعظیم میکنن، در حالی که توی واقعیت همه وحشت زدن و ماد داره به شکل دردناک میسوزه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلمی که منتقدا بهش نمره 92 رو از 100 دادن خیلی باید خوب باشه. یکم در مورد معنای اصلی فیلم صحبت بکنیم. درسته فیلم میاد به روایتی تعصبات زیر سوال میبره، ولی محتوای اصلیش در مورد تنهایی و احساس تنهایی آدم هاست. وقتی که ماد حس میکنه هیچ کسی دلش نمیخواد باش وقت بگذرونه، همه دارن طردش میکنن و لحظه ای که آماندا هم حتی اونو اخراجش میکنه، لحظه ای که دیگه به اوج تنهایی میرسه و این باعث میشه که به دست به هر کاری بزنه، چون میخواد برای خودش شخصیتی رو خلق بکنه که همیشه کنارشه. حس تنهایی واقعا حالا کسی تجربهش کرده باشه درک میکنه که چقدر میتونه آدم رو نابود بکنه و باعث شه حتی برای خودش به چه چیزهایی پی ببره، چه تعصباتی رو تو ذهنش بسازه و بعدم بره تنهایی به خودش آسیب بزنه جلوی چشم مردم تا اینطوری انگاری تحسین اونا رو به دست بیاره. این خب بخش اولی که بخوایم در مورد تنهایی فیلمو برداشت بکنیم و خب خیلی قشنگم درک میشه. و اون مارپیچ هایی که می‌دیدیم، مارپیچ ها همشون انگاری یه علامت یا این نشونه بودن که دقیقاً لحظه‌ای که به تنهاییش آسیب وارد میشد اونا رو میدید و یه قدم اونو بیشتر به دیوونگی نهاییش نزدیک می‌کردن. اگه حالا بخوایم از مدل دیگه‌اش برداشت بکنیم، نه بخش همون تعصبات و بحث‌های دینی و مذهبیش، من هیچ وقت توی فیلمام یا حالا توی نقد و بررسی ها، توی صحبتام هیچ وقت نمیام بگم یه دین خوبه یه دین بده، طرفدار این باشید طرفدار اون نباشید. هیچ وقت همچین کاری نکردم و در آینده هم نمیکنم. هر کسی آزار هر اعتقادی که دلش میخواد داشته باشه. چیزی که باید بدونیم اینه که نباید اعتقادات شما کورکورانه باشه. نباید بدون اینکه چشماتون رو باز کنید قبولش بکنید و هر کاری که بهتون میگن رو انجام بدید. این خیلی مهمه. نتیجه تعصبات کورکورانه یه قدرت بیش از حدی به اون کسی میده که داره اعتقادش رو به شما انتقال میده. واضح‌تر بگم، وقتی که شما هر چیزی رو بدون تحقیق و بررسی قبول بکنید، باعث میشه اون طرف هر چی که دلش میخواد به شما یاد بده، نه چیزی که توی مذهب و دین و اعتقاد گفته شده. توی این فیلم ماد کسی بودش که کورکورانه همه چیزو قبول میکرد و تعصبات مذهبیش جلوی چشماشو گرفته بود. کم کم انقدر توی اونا غرق شد که اصلا واقعیتو از دست داد. اوجش همون صحنه بودش که رفت انگاری از زمین بلند شد. ما انگاری داشتیم اون صحنه رو از چشم ماد میدیدیم. یه آدمی که بیماری ذهنی واقعا گرفته بود و اصلا نمیتونست واقعیت دنیا رو ببینه. تا جایی که رفت و حتی یه نفر رو به قتل رسوند به خاطر اینکه به ذهن خودش اون طرف شیطان بود، توی خیال خودش اینو ساخته بود، ولی در واقع جون یه انسان بیگناهو گرفت. بیگناه که نمیشه گفت، خب به هر حال همه آدم‌ها مشکلات خودشونو دارن و آماندا هم اون رفتارش اشتباه بود که جلوی همه این دختر رو تحقیر کرد، ولی به هر حال لیاقتش مردن نبود. در کل به جای رسیده بود که داشت زندگی آماندا رو انگار کنترل میکرد، چون خودش فکر میکرد که میتونه همه چیزای درستو، فکر میکرد هر کسی کار غیر اونو انجام بده غلط و لیاقتش در نهایت مرگ. خلاصه که فیلم خیلی قشنگ میاد نشون میده که آقا باید چشماتو باز بکنی. تعصب زیاد روی هر چیزی فقط هم منظورش این نیست که خدا و دین رو بخواد مورد بحث قرار بده، در مورد همه چیز داره میگه. وقتی که کورکورانه قبولش بکنی و بشه یکی از بزرگترین تعصباتت، در نهایت جون خودتو میگیره یا به روایتی باعث میشه خودتو بسوزونی. همون اتفاقی که آخر فیلم افتاد. اگه استعاره نگاه بکنید، یعنی یه نفر داشت زندگی خودشو، خنده های خودشو، همه زندگیشو میسوزون و قسمت بعدش اینه که داری به خودت آسیب میزنی، اما به خاطر تعصبی که داری فکر میکنی که داری به خودت لطف میکنی. یعنی طرف داشت خودشو میسوزوند اما داشت لبخند میزد و فکر میکرد همه دارن تحسینش میکنن و زانو زدن جلوش، در حالی که همه وحشت زده بودن و خودش به شکلی وحشتناک داشت سیاه میشد دیگه. آقا همین فیلمش چون خیلی نماد داشت، خواستم این توضیح کلی بهتون بدم چون جالب قشنگ درکش بکنید. مراقب خودتون باشید، پیشنهادارو بنویسید، لایک کامنت ساب یادتون نره. میزتونم گلسی.